فرارسیدن سال 2013 در هند تحت شعاع رخدادی قرار گرفت که مردم را شوکه و خشمگین ساخته است. ماجرای تجاوز گروهی به یک دانشجو که پس از آن به دلیل جراحات وارده جان خود را از دست داد. حمله به این جوان 23 ساله موجی از اعتراضات را در پی داشت که تا شب سال نو نیز ادامه داشت. این حادثه در اتوبوسی در شهر دهلی نو رخ داد و به همین دلیل بسیاری از مردم آنجا خواستار آن شدند که به نشانه احترام جشن‌ها لغو شوند. آمریش کمار، مدیر رستوران، اظهار می‌دارد که این امر نشان دهنده این است که چقدر مردم این کشور تحت تأثیر قرار گرفتند. این بار جشن نگرفتیم، فقط رستوران را به طور رسمی مطابق معمول باز کردیم. کارکنان ما نمیخواهند روز 31 جشن بگیرند، چرا که همه غمگینند. باز شدن رستوران صرفاً یک تشریفات است. رستوران های دیگر، هتل ها و دیسکوها که معمولاً پر از جوانان علاقمند به مهمانی است نیز سوت و کور هستند. دولت فرمان لغو جشن‌ها در ارتش و نیروی دریایی و هوایی را صادر کرده است. سازمان‌های دیگر نیز برنامه‌های جشن خود را لغو کردند. 5 مرد و 1 جوان در خصوص این حمله دستگیر شده و متهم به قتل می‌باشند.